وای اگه سیگارم تموم شد چی کار کنم؟ تنده که منو ندیدی؟ بعد زدن این ویدیو عادت بدی که داری دوستش نداری میتونی ترک بدترین عادتی که داری چیه؟ بهش بکن ساعتها بازی کردن با گوشی کامپیوتر دستگاه ها PS4, PS5 هر که جدید تر باشه که خب قطعا بهتره عادت های بد غذایی شکر شکلات شیرینیا چیزای چرب غذای شور عادت به پرن دیدن و خود رضایی. مشروب سیگار اسکرول کردن اینستاگرام دیر خوابیدن دیر بیدار شدن هر عادتی که میگی بده و اصلا خوبه تو دوستش نداری میخوای کنارش بزن چیزای دیگه که حتما تا حالا با خودت کلی فکر کردی که اگر این عادت ها رو بذارم کنار چقدر زندگیم پیشرفت میکنه و مطمئنم که تا حالا کلی براش تلاش کردی ولی انگار نمیشه که نمیشه باید بگم که تنها نیستی و ما هممون به عنوان انسان یه سری عادت ها داریم که دوستشون نداریم و میخوایم تلاش کنیم بذاریمشون کنار و نمیشه حتی خود من هم درگیر یه سری عادت ها بودم هستم و خواهم بود که بعد حواسم باشه که چطوری بذارمشون کنار این روش برای من خیلی جواب داده قطعا برای شما هم همینطوره مریم جعفری هستم روانشناس بالینی کوچ روابط عاطفی و رشد و توسعه فردی دقیقا ویدیو برای رشد و توسعه فردیتونه اما بیا اول ببینیم بریم سر اصل مطلب سریعا و اول ببینیم که چرا این عادت ها رو ما نمیتونیم بذاریم کنار من همیشه یک شعار دارم آگاهی نیمی از مسیره یعنی تو اگه یه سری دلیل ها رو بفهمی یه سری آگاهی ها پیدا بکنی خودش یه قدرت عظیمی بهت میده برای انجام اون کار و ترک عادت هم بعد اول ببینیم که چرا نمیتونیم کنارش بذاریم و هی تکرارش میکنیم و ادامهش میدیم با اینکه این برامون ضرر داره و حالا میتونی بفهمی که چطور عادت رو ترک کنی و تکنیک هایی که بهت میگم رو اجرا کنی بهت بگم اگر این دلیل رو ندونی تکنیک هایی که بهت میگم برات کار نمیکنه بهت کمک بیاد با یه عادت شروع کنیم که اکثرا دارنش خانم و آقا هم نداره عادت سیگار کشیدن که میدونیم که کلی هم ضرر داره دیگه از اینکه حالا سرطان زاست از اینکه نمیتونی ورزش کنی نفس کم میاری از اینکه جدیدا خیلی ها به اینکه تو بوی سیگار میدی توی مکان ها نباید سیگار بکشی و مدام قرار دقدقت این باشه که من کجا سیگار بکشم الان شما مشکلی ندارید من سیگار بکشم شما اذیت نمیشی من سیگار بکشم و نهایتا همه با اکراه بگن که نه راحت باش ولی میدونی که ته دلشون اینطوری نیست اولین قدمی که به ذهنت میاد همیشه برای ترک سیگار احتمالا یا دوستات بهت معرفی میکنن از این آدامس که میتونی استفاده کنی و به جای سیگار کشیدن آدامس بجوی بعد از یه مدت به خودت میگی، این چه کار مسخره ایه این یکی هم شده تبدیل به عادت و اصلا این هم دوست ندارم و بعد از یه مدت هم خسته میشی و سردرگمتر از اینکه که نمیتونی ترکش کنی با یه سری چالش های دیگه هم و دوباره سیگار کشیدن شروع میکنی بی انگیزه دوباره سیگار کشیدن شروع میشه اما بذار من بهت بگم و بهت این دیتا رو بدم تا نسبت بهش آگاه بشی که وقتی اوایل سیگار کشیدن داری نیکوتین دریافت میکنی باید بدونی که سطح دوپامین بدنت تا 250 برابر حد یهو میاد بالا و این خیلی حس خوبی داره حس سرزندگی، احساس قدرت، اعتماد به نفس و هر روز که دریافتش میکنی دوباره اینو با خودت میگیری ببین واسه همینه که خیلی ها با یه نخ دو نخ در هفته شروع میکنن و بعد یهو به خودشون میان میبینن که اسیرش شدن یا اصلا خیلی هم اعتیاد از سیگار کشیدن شروع میشه با یه نخ دو اما چی میشه که این یه نخ و نخ میشه یه پاکت سیگار در روز حالا چرا این بیشترش میکنه این آدم چون که از یه جایی به بعد بدنت عادت میکنه بهش و دیگه سطح نرمال دوپامین رو هم حتی برای تراش رو نمیکنه و منتظره که این دوپامینه بازم از بیرون بیاد در نتیجه هر روز به دوپامین بیشتری نیاز داره که دریافت کنه و تو سیگار میکشی علاوه بر اینکه برات شده یه عادت تو نیاز داری که دوپامین بدن تو به حد نرمال برسونی پس اصلا لازم داری اون سیگاره رو بکشی پس فقط صرفا یه عادت نیست بلکه میتونی بگیم دقیقا یه اعتیاده اصلا چرخه اعتیاد ای همینه همیشه حالا وقتی میگیم اعتیاد همه ای آدما اینطوری تصور میکنن که یه آدمی که سرنگ به دست کارتون خواب شده با موهای ژولیده و اوضاع داغون نه منظور نیست هر عادتی که تو ازش داری دوپامین دریافت میکنی داره به این شکل که بهت گفتم عمل میکنه میخواد سیگار باشه میخواد بازی باشه میخواد سکرول کردن باشه هرچی که فکرشو میکنی و دقیقا نیاز داره هر روز بیشتر بیشتر براش وقت بذاری اون کار رو تکرار کنی اون عادت رو تکرار کنی در نتیجه هر روز قرار آسیب های بیشتری رو بهت بزنه حالا میتونه هر چیزی باشه یه سری آسیب ها آشکاره و همه گیره همه میگن که آره سیگار نکشید سرطان ولی یه سری آسیب ها مثل کردن اینستاگرام دیر خوابیدن دیر بیدار شدن خیلی از آسیب هایی که داره پنهانه و به خاطر همین حالا خیلی روش مانو نمیدن به اسم اعتیاد اما خیلی جالبه و بهتره که بدونی تمام این اعتیاد ها توی یک آسیب مشترک هستند اونم آسیب روانی میپرسی چطوری ببین اون احساس من بدم اون احساس گناه اون احساس شرم اون احساسی که بعد از انجام اون عادت داری که میدونی واسط آسیب زننده است انرژی تو میاره پایین حال تو با خودت بد میکنه درد افسردگی میاره اعتماد به نفس تو میاره پایین سرزنش های درونی شروع میشه و چهی با خودت میگن چقدر آدم داغونی من چقدر بدبختم من چقدر بدر نخورم من چقدر ضعیفم هر بارم که میخوای بذاریش کنار میبینی نمیتونی و هی حالت با خودت بدتر میشه من قبلا خیلی بارادتر بودم خیلی بهتر بودم چرا اینطوری شدم الکل سیگار هر چیزی که هست ورزش نکردن همه ای اینا رو در کنار خودش میاره و باعث نابودی تو میشه ذره ذره هی به خودت میای میبینی که اوضاع جسمیت بدتر شده اوضاع روحیت بدتر شده ظاهر تغییر کرده نمیگم فقط سیگار رو دارم تمام عادت های بد رو میگم من بدم و من ضعیفم شکلی گرفته قوی توی وجودت که اصلا نمیتونی باهاش مقابله بکنی بذاریش کنه و با خودت میگی نمیتونم بذارمش کنان. ببین من میگم عادت و اعتیاد به هیچ چیزی خوب نیست حتی مواردی که ضرر ندارن مثل کار کردن زیاد مثل قهوه مثل چای مثل هر چی که فکر میکنی اینا شاید در ظاهر نمیدونم نشابه انرژیزا خیلی ضرری نداشته باشن و تو نبینی و خیلی هم خوب باشن اتفاقا باز فرش شدن تو بشن اما لازمه که گاهن روتین شکنی کنی و اجازه ندی تبدیل بشه به عادت حتی چای ساده وابسته شدن بهش دقیقا اونجایی تو رو ضعیف میکنه که وقتی این منبع رفع نیازت نیست حالت خراب میشه سردرد میشی از علائم جسمی گرفته تا علائم روحی و بعد اینکه میبینی که تو از یک منبعی همیشه باید چیزی دریافت کنی که اگر دیر بهت برسه حالت خرابه و نمیتونی هم کنارش بذاری از نظر روحی و جسمی نابودت میکنه در کل باید بدونی که این عادت ها هر چی که هستن میخوان انرژی تو رو بگیرن بیشتر در موردش نمیگم اگر اهل کتاب خوندن هستی و میخوای ببینی عادت هایی که با دوپامین ایجاد میشن چی هستش چی هستن میتونی این کتاب رو بخونی و ازش استفاده بکنی تا بتونی دوپامین های که سالم تره و به درستی دریافت کنی و جایگزینش کنی از طرفی سطح انگیزه و حس خوب بالایی برای رسیدن به هدف هات پیدا میکنی و میتونی مدیریتش بکنی دقیقا اینجاست که رئیس ذهنت و بدنت خودت هستی و میتونی حالا تکنیکایی که میخوام بهت بگم رو کاملا اجرایی تکنیک اول با دلیل و بالغانه پیش رفتن وای سخته نمیشه کنارش بذارم یعنی من چهل روز این کارو نکنم خیلی سخته ما ماشینه اثبات باورهامون هستیم جناب آقای معظمی مرسی اگه مدام بگی سخته واقعا سخت میشه اگه بگی نمیتونم ذهنت میره دنبال ایجاد شرایط و رفتاری که نتونی انجامش بدی اینطور ببین که قرار نیست چیزی رو از دست بدی فقد حس فقدان به خودت نده به خودت این حس رو نده که قراره وای من یه چیزی از دست بدم بذارم کنار بلکه به خودت این حس رو بده که چیزی کنار گذاشته میشه و منفعت و چیز بهتری کنار میاد کنارش میاد و من به دست میارم چیزی از دست نمیدم من اتفاقا سر چیزا رو به دست میارم پس همین حاله یه برگر سفید بردار علامت تی رو بکش یک طرفش چیزایی که از دست میدی وقتی این عادت رو بذاری کنار و یک طرفش چیزایی که به دست میاری رو بکش آره دیگه اگه من سیگار رو بذارم کنار که آرامش آرامشم از دست میدم موقعی که عصبیم موقعی که اعتماد به نفس میخوام که چیزی ندارم سیگار بذاری که آرامش رو از دست میدی واقعا اینکه مدام دنبال سیگار و فندکت میگردی مدام میخوای فکر کنی کجا سیگار بکشم اینجا سیگار بکشم یا نه فلانی ناراحت میشه یا نه کسی اذیت میشه یا نه الان بوی سیگار میدم یا نه اتکلا کجاست حالا مسواکم هم همراه هم نیست دندونم چه بلایی داره سرش میاد ریم چه بلایی سرش میاد من نمیتونم این سر بیام بالا من نمیتونم قدم بزنم اینا آرامش نمیگیره این فکر آرامش نمیگیره پس اصلا نباشه ذهنت راحتره انرژی رهاتره دقدقت کمتره وای اگه سیگارم تموم چیکار چی کار کنم فنده که منو ندیدی و همین دقدقه و نشخوا فکری یا احساس و قدرت و اعتماد به نفس تو کم میکنه پس به چیزایی که میتونی به دست بیاری فکر کن و دقیقا صادقانه لیستش کن احساس قدرت و اعتماد به نفس فیک وابسته به سیگار من سیگار بزنم که وقتی سیگار میکشم مثل قدرت بیشتری دارم حالا بهتره به جاش اعتماد به نفس واقعی سراغت میاد حس قدرت که من اراده کنم کار رو انجام میدم و به نتیجه میرسونم وقتی بدن تو در واقع جسمت سالم و سلامتی احساس اعتماد به نفس خیلی بیشتری داری مثل کسایی که ورزش میکنن و کلا اعتماد به نفس بهشون میده چون بدنشون سالم پس بنویس و هر لحظه مرور کن که چه چیزی از بدنت بیرون میره و چه چیزهایی رو دریافت میکنی سمای بدنت میره بیرون و به جاش سلامتی و حس خوب میاد حالا اینو برای هر مب... موضوع دیگه هر عادت دیگه هر چیزی که بهش وابسته هستی میتونی استفاده کنی و اما تکنیک دوم تکنیک دوم خیلی جالبه و من خیلی دوستش دارم فوق العاده قدرتمند قانون برای یک روز برای هفت روز واسه استارت زدن سری جوگیر نشو بگو نه دیگه تمومه من دیگه سیگار نمیکشم هرگز من دیگه سیگار نمیکشم نه من دیگه هیچ وقت اون کارو انجام نمیدم لطفا به من نگید من این کارو نمیخوام انجام بدم اینا رو از من دور کنید آ اینا چیه بابا من خوندم اینقدر ضرر داره اینطوری اونطوریه ای بابا مگه آدم وابسته میشه ای بابا مگه آدم عادت میکنه مگه آدم دیر میخوابه من دو سه روزه که دارم این کارو میکنم و زود بیدارم شب خیلی خوبه شروع میکنی از بدیاش گفتن شروع میکنی از خوبیاش گفتن ستاپ ریلکس لطفا جوگیر نشه اگه تو دیدی من یه بار دیگه این کارو کردم مثلا تو منو فوشم بده اگه مثلا فلان کردم من اسممو عوض میکنم پس اصلا به هیچ کس اعلام نکن لطفا به من قول بده که به هیچ کس اعلام نکنی بذار بین خودت و خودم بمونه بین خودت و خودت این عهد رو بذار بین خودت و خودت این عهدو بذار که این عادتو بذاری کنار و اجازه نده که این با این رفتارت بقیه رو هم محرک کنی و تله شکستت بیاد بالا که یه کاری کنی اونام تحریک بشن و بهت بگن کی گفته بذاری کنار بی خیال بابا یه شب که هزار شب نمیشه ای بابا حالا آدم لوسی نشو دیگه مسخره بازی نرو شوخی میکنی ولمون کن بیا انجامش بدیم بیا حالا یه نخ بیا حالا یه با باعث میشه که این آدما ناخداگاه تمام تلاششون رو بذارن برای اینکه تو این کارو انجام بدی پس فقط در مقابل وسوسه به خودت و بقیه بگو الان انجامش نمیدم الان نمیخوام الان نمیخورم الان نمیکشم الان نمیام امروز نمیام امروز مشروب نمیخورم امروز نمیام و هر بار اینو به خودت بگو که بیا فقط برای امروز و الان انجامش ندیم کم کم حست به خودت بهتر میشه میبینی دفعه بیشتری تونستی به این کار رو انجام ندی یا این کار رو انجام بدی به خود بیشتر افتخار میکنی و به خودت میای میبینی که چهل روز چیه بابا نود روزه که دیگه این کار رو انجام نمیدی این عادت گذاشتی کنار و همین تکنیک رو برای ایجاد عادتهای جدید و جایگزینش هم بذار ایجاد های جدید و جایگزین بله تکنیک سوم در مورد همینه اما قبلش بگم ما خودتو در کنار اینکه در معرض قرار نمیدی توی حالا اون جمع و اون محیط ها قرار نمیدی در کلم خوبه برادی چرخه اول هفت روزه برای ترک عادت بذاری بعد یه چرخه چار ده روزه بعد یه چرخه در واقع سی روزه بعد یه چرخه 90 روزه 100 روزه و همینطور پیش بری باهاش و اما قانون سوم مهم ببین یه قانون هست که میگه عادت از بین نمیرن چه جالب بلکه تغییر شکل پیدا میکنن تا با یک عادت جدید دیگه همون دوپامین رو بتونه ذهن دریافت کنه مثلا سیگار رو میذاری کنار خوردن شیرینی یا فسفود رو جایگزینش میکنی اسکرول کردن اینستا رو جایگزینش میکنی یا مثلا الکل رو میذاری کنار مارجوانا رو میذاری کنار ام... یه مواد دیگر رو طرف شروع میکنه یا اصلا مثلا خیلی ها هستن که سیگار و الکو رو میذارن کنار فقط مارجوانا رو شروع میکنن یکی از دلایلی که نمیتونیم عادتی رو کنار بذاریم اینه که رفتار دیگه ای رو جایگزینش نمی کنیم اون رفتار دیگه رو باید مثبت باشه که فوق العاده است وقتی وسوسه انجام اون عادت بد میاد به یک رفتار و یک عادت مثبت ایجاد کن اون عادت اون باید تبدیل بشه به عادت ها یعنی هی کار متنوع نه همون یه دونه یعنی در کل جای اون عادت بد رو توی زندگیتون خالی نذارید و بذارید دوپامین رو دریافت کنیم. اگر یه عادت بد رو حذف میکنید به جاش یه عادت خوب رو جایگزین بکنید بهتره که اون عادت خوب در زمان و مکانهایی که اون عادت قبلی رو انجام میدادید انجام بشه و شبیه به اون عادت باشه یعنی تو دسته همون عادت قرار بگیره مثلا اینکه تو اتاق تمیشه سیگار میکشیدی صبح که از خواب بیدار میشدی بلافاصله قبل صبحونه صبح که از خواب بیدار میشی تو اتاق 10 دقیقه یوگا کن پنج دقیقه میتیشن بکن صبح پاشو قبل از صبحونه آب بخور یکی از این عادتها رو ایجاد بکن و در کل هر چقدر که مرتبط باشه خیلی موفقتر باهاش پیش میریم مثلا رژیم غذایی موفقه که غذا توش هضم نشه بلکه جایگزین بشه با حالت غذای سالم و درست به عنوان مثال بخوام بهتون بگم اول که من یه سری عادت های مثبت ایجاد کردم که شما می‌تونید ازش استفاده کنین ولی من خودم عادت اسکرول کردن اینستاگرام رو سعی کردم اینطوری کمتر بکنم که اپلیکیشن زبان نصب کردم یا میرم با AI شروع میکنم زبان تمرین کردن و اون اپلیکیشنی که سرگرم کننده رو ازش استفاده میکنم و زبان تمرین میکنم یا اینکه زمانی که عادت به نشخار فکر دم. نشخار فکری یا میاد سراغم یه موزیک پر انرژی گوش میدم و شروع میکنم به تحرک داشتن یا اصلا یه نفس عمیق میکشم و این عادت ها رو جایگزینش کردم در کل رازمه برای این موضوع خلاق باشید کسایی که خلاقن کامنت کنن واسه ترک کردن سیگار و تر کردن اینستا گردی. چیو؟ چه کاری رو جایگزینش بکنیم که عادت بد جایگزینش یا عادت خوب بشه حتما اون کامنت بکنید و از طرفی سوالاتتون رو نظراتتون رو حتما بذارید من در تعامل با شما متوجه نیازها و خواسته هاتون میشم و از همه مهمتر ویدیو رو که لایک میکنید در اختیار بقیه آدما قرار میگیره و حتما برای اون دوست خوبت و اعضای خانوادت بفرست تا کمکشون کنین رشد کنن حتی با یک ویدیو در روز اگر تازه با کانال رو من آشنا شدی دکمه سابسکرایب رو که میزنی وارد کانال میشی تو کانال میمونی و از همه مهمتر ویدیو روش و توسعه فردی و روابط عاطفی رو از دست نمیدی و آموزش های هر روزه یا یه روزه رو داری